بدان الله ترا برای طاعتش ارشاد نماید که حنفیه ملت ابراهیم علیه السلام الله را به یگانگیش پرستیدن و دین را خالص برای او کردن است. همچنانه که الله تعالی فرمود من جن و انسان را نیافریدم جز برای این که مرا پرستش کنند. ارگودان استی که الله تعالی ترا برای عبادتش آفریده است، پس بدان که عبادت نامیده نمی شود مگر با همراهی توحید. همان گونه که نماز به طهارت نماز نامیده نمی شود، هرگاه شرک در عبادت داخل شود آن را فاسد می کند، مانند بی‌وضویی هرگاه در طهارت داخل شود. پس هرگاه دانستی که شرک هنگامی به عبادت آمیخته شود آن را فاسد می کند و عمل را بیکار می کند و صاحبش از جمله همیشگانی در دوزخ گردد، دانستی که مهمترین چیزی که بر تو لازم است شناخت این می باشد. شاید الله تو را از این دام خلاص کند و آن دام شرک و الله است که الله تعالی در شأن آن فرمود. البته الله شرکی به او را نمی آمرزد، ولی کمتر از آن را برای هر کس بخواهد می آمرزد و این به معرفت چهار قاعده که الله تعالی در کتاب ذکر کرده است می باشد. قاعده یکم، بدان کافرانی که به آنان رسول الله صلی الله علیه و سلم جنگید اقرار میکردند که الله تعالی خالق و رزق دهنده و تدبیر کننده است و البته این اقرار آنان را در دین اسلام داخل نکرد و دلیل این فرموده الله تعالی است: بگو که شما را از آسمان و زمین روزی میدهد یا که مالک و خالق گوش و چشم هاست و که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میآورد و که امور جهان را اداره میکند. به زودی در پاسخ میگویند: الله. پس بگو پس چرا تقوا نمیکنید؟ در اینجا مؤلف رحم الله بیان مینماید که برای چی توحید را میآموزیم. کافرانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین آنها فرستاده شد به توحید ربوبیت اقرار میکردند و وجود این پیامبر به آنان جنگید و نزاع در بین آنان و پیامبر صلی الله علیه و سلم در توحید الوهیت می باشد. پس هر کس چیزی از عبادت را برای غیر الله صرف نماید، پس او مشرک و کافر است.